گر خواهی شادی مجد حقیقی، عیسی را در دل بپذیر. گناهت پاک سازد، شبت را روز کند، قلبت را نو سازد، دائم با تو ماند. گر خواهی شادی وجد حقیقی، عیسی را در دل بپذیر. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، و این امید که حالتون خوبه و در فیض و آرامش عیسی مسیح به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. هدف از این مطالعه در کلام خدا اینه که شما با شخصیت واقعی عیسی مسیح و با فیض و محبت او آشنا بشید تا بتونید با شناخت صحیح به او به عنوان منجی و خداوند ایمان بیارید. شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست حسادت یا آرامش خداوند. حسادت یا آرامش خداوند. دوست خوب من، آیا امروز شما در آرزو و حسرت داشتن چیزهایی به سر میبرید؟ آیا امروز قلب شما مملو از حسرت داشتن چیزهاییه که شما ندارید ولی میبینید انسانهای دیگری دارند؟ آیا امروز قلب شما مملو از حسرت برخورداری از یک جایگاه و موقعیت دلخواه کاری یا اجتماعی شده که شما ندارید ولی دیگران دارند؟ آیا امروز قلب شما مملو از حسرت داشتن دارایی و یا روابط اجتماعی که ندارید ولی می‌بینید دیگران دارند؟ آیا شما به اون موقعیت‌ها، دارایی‌ها و روابط اجتماعی دیگران فکر می‌کنید و بعد پیش خودتون تصور می‌کنید که اگه شما اونها را داشتید چقدر بهتر می‌تونستید به کارشون ببرید و ازشون لذت ببرید؟ و سوال آخرم اینه که آیا شما در این لحظه که صدای من را می‌شنوید در حسرت به دست آوردن و داشتن چیزی هستید؟ دوست خوب من، اگه شما روزهای زندگیتون را در حسرت داشتن اون چیزهای سپری میکنید که ندارید، در واقع دارید با دست خودتون را از آرامش الهی خداوند محروم نگه میدارید. اگه شما دارید به این علت که چیزی را ندارید ولی انسانهای دیگه دارند به اونها حسودی میکنید، دارید با دست خودتون وجودتون را مریض و ضعیف میکنید. حسادت میتونه شما را آشفته کنه، حسادت قدرت تمرکز فکر و خوباندیشی را از شما سلب میکنه، حسادت به شما اجازه نمیده تا بتونید با انسانهای دیگه روابط اجتماعی سالم و سازندهی داشته باشید. حسادت به دیگران موجب میشه که نتونید اونها را مانند یک ایماندار به عیسی مسیح از صمیم قلب دوست داشته باشید. حسادت شما به دیگران موجب میشه که اونها نتونن حضور و عملکرد روح القدس را در زندگی شما مشاهده کنند. حسادت به دیگران نه تنها به شما کمک نمیکنه تا اون چرا که ندارید به دست بیارید، بلکه مانع میشه تا بتونید از اون چه هم که دارید واقعا لذت ببرید. دوست خوب من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند از صمیم قلب ایمان دارید، حال خداوند تمامی گناهان شما را آمرزیده. خداوند شما را به عنوان فرزند خوانده، به عضویت خانواده الهی خود برگزیده. خداوند به شما حیات ابدی در نزد خود در بهشت را هدیه داده و با روح مقدس خود روح القدس با شما زندگی می کنه. خداوند شما را برای انجام نقشه خاص و والا خلق فرموده و مشتاق تا شما در انجام اون نقشه خاص با روح القدس در طول این عمر زمینیتون همکار باشید.
خداوند شما را برای انجام نقشه‌ای خاص و والا خلق فرموده و مشتاق تا شما در انجام اون نقشه خاص با روح القدس در طول این عمر زمینیتون همکار باشید. اما در این اثنا ما باید همیشه مواظب یک دشمن بسیار خطرناک هم باشیم. دشمنی که میخواد به هر طریقی شده انجام خواست خدا را در زندگی ما به تعویق بندازه. دشمنی که میخواد ایمان و اعتماد ما را به حضور دائم خداوند با ما و محبتش برامون ضعیف کنه. این دشمن سرسخت و حیله‌گر ما شیطانه. شیطان سعی میکنه احساسات انسانی ما را تحت تأثیر منفی و مخرب خودش قرار بده. شیطان نمیخواد ما احساس آرامش، امنیت و اعتماد به خداوند و خواست او برای زندگیمون را داشته باشیم. شیطان به هر حیله‌ای دست میزنه تا با تأثیر مخرب خود بر احساسات انسانی ما را در یک نوع اسارت روحی زندانی نگه داره. شیطان به هر حیله‌ای دست میزنه تا توجه ما را از این که ما در ایمانمان به عیسی مسیح حال در چشم خداوند کی هستیم منحرف کنه. شیطان به هر حیله‌ای دست میزنه تا توجه ما را از هدف خداوند برای خلقت ما و نقشه خاص و مقدس او برای زندگی زمینیمون منحرف کنه. شیطان همینطور تمام سعی و تلاش خودش را به کار میبره تا ما را گول بزنه و احساسات، افکار و خواسته های قلبی ما را بر روی اون چیزهایی که نداریم ولی دلمون میخواد متمرکز نگه داره و در حسرت داشتن اونها زندانی کنه. دوست خوب من، اگه ما متوجه حیله ها و دروغ های شیطان، این دشمن سرسختمون نباشیم، امکان این که ما فریب او را بخوریم وجود داره. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید همواره متوجه حضور و نحوه عملکرد شیطان در این دنیا باشیم و از خداوند روح القدس بخواهیم که ما را از او محافظت کنه. اگه ما خودمون را با کمک خداوند از شیطان در امان نگه نداریم، اگه به دنبال پیروی از دروغ‌های شیطان دست به اقدامی بزنیم، میتونه برامون خیلی گرون تموم بشه. غرامت اونچه که ما به خاطر خواسته دلمون و یا شیطان انجام بدیم، همیشه بسیار بیشتر از اونیه که ما فکرشا میکرده ایم. پیروی از هیچ خواسته و یا به دست آوردن هیچ چیزی اونقدر ارزش ندارن که ما بعد باید براش بها پرداخت کنیم. بهای مالی، جانی و آبرویی پیروی از حسادت‌ها و دروغ‌های شیطان که هر کسی حتماً باید پرداخت کنه به هیچ وجه با اونی که به دست آورده برابر نیستن. دوست خوب من، وقتی ما در رابطه گرم و منظم روزانه خودمون با خداوند وقفه ایجاد می‌کنیم، وقتی ما از مطالعه کلام او سر باز می‌زنیم، وقتی ما نسبت به اخطارهای کلام او و صدای روح القدس بی توجه بشیم و برعکس به دروغ‌های شیطان توجه کنیم، اون وقت خودمون را در معرض یک خطر بسیار جدی قرار می‌دیم. وقتی شیطان متوجه بشه که حال ما آماده ایم تا از او بشنویم، اون وقت او نهایت تلاشش را به کار میبره تا تمامی اشتیاق ما را بر روی اون چه که نداریم ولی دلمون میخواد متمرکز نگه داره و در حسرت نداشتن اون چیز زندانی کنه. این اشتیاق شدید برای برطرف کردن حسرت به وجود آمده در درونمون موجب میشه تا بین ما و انسانهای دیگه کشمکش و حتی ستیز به وجود بیاد. این اشتیاق شدید برای برطرف کردن حسرت در درونمون موجب میشه تا ما دیگه حضور خدا، ماهیت خودمون در چشم او و خواسته او از ما را به واده فراموشی بسپاریم. در تمامی طول زمان این پروسه، تمامی وجود ما مملو از اضطراب، بیقراری، دلهوره، خشم و عدم آرامش واقعی خداونده.
دوست خوب من، آرامش واقعی ما با به دست آوردن چیزهای این دنیا حاصل نمیشه. تا زمانی که ما زنده هستیم، تا زمانی که در این دنیای سقوط کرده در گناه و بدنهای فانی و انسانی زندگی می کنیم، اگه مواظب نباشیم، همیشه یه چیزی هست که توجه و خواست ما را به خودش جذب می کنه. یه ضرب المثل فارسی هست که میگه چشم و دل انسان سیرایی نداره. بله، همیشه چیزهایی وجود خواهند داشت که چشم و دل ما را به سوی خودشون بکشونند و در حسرت به دست آوردنشون در اسارت نگه دارند. ما ایمانداران به عیسی مسیح خوب میدونیم که آرامش واقعی چطور حاصل میشه. عیسی مسیح که آفریننده این هستی و هر انسانیه، به خوبی از نیازهای هر انسانی هم آگاهه. عیسی مسیح که آفریننده قلب، فکر، جسم و جان ماست، میدونه که وجود ما به آرامش الهی او نیازمنده. عیسی مسیح به ما ایمانداران راستین به خود خیلی ساده و همه فهم در انجیل یوحنا فصل 14 و آیه 27 می‌فرماید: من هدیه‌ای نزد شما می‌گذارم و می‌روم. این هدیه آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما می‌دهم مانند آرامش‌های دنیا بی‌دوام و زودگذر نیست. پس آسوده خاطر باشید، نترسید. آمین. خدا را شکر. دوست خوب من، اونچه که منجی و خداوند ما عیسی مسیح به ما میده با اونچه که دنیا میخواد به ما بده خیلی فرق داره. اونچه که دنیا به ما میده خیلی زود از بین میره و یا ما از دستش میدیم، اما اونچه که عیسی مسیح به ما میده هرگز از بین رفتنی نیست و هیچ کس هم نمیتونه اونا از ما بگیره. دوست خوب من، آیا شما باور دارید که خداوند پدر آسمانی شما قادر مطلقه و همیشه هرچه را که برای شما بهترینه انجام میده؟ یا اینکه شما یک بتی در فکر و قلب خودتون میپرستید که خواسته انسانی شماست و شیطان هم به دروغ گفته شما باید حتما اونو داشته باشید تا آرامش و خوشیتون کامل بشه؟ دوست خوب من، خداوند پدر آسمانی دانای مطلق و قادر مطلق شما قول داده که تمامی نیازهای واقعی شما را برای اینکه قادر باشید با او و در اراده خاص او زندگی کنید، فراتر از خواست، امید و حتی فکر شما براتون مهیا کنه. این گفته خود خداوند در کلامشه. در کلام خدا در کتاب افسسیان فصل 3 و آیه 20 می‌خوانیم: حال خدا را جلال باد که قادر است به وسیله آن قدرت عظیمی که در ما کار می‌کند، برای ما کارهایی بسیار فراتر از خواست و امید و فکر ما انجام دهد. آمین. دوست خوب من، با توجه به این محبت بیمانندی که خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح به ما عطا می فرماید، بیایید از این لحظه به بعد خودمون را از اسارت حسرت باقی مانده در وجودمون آزاد کنیم. بیایید به قول خداوند عیسی مسیح اعتماد کنیم که او همه نیازهای ما را برطرف خواهد فرمود و به خاطر این لطف الهی او وی را ستایش کنیم. بیایید از این لحظه به بعد با دیدگاه جدیدی زندگی با و برای عیسی مسیح را ادامه بدیم. با این دیدگاه که اگر او اجازه نداده ما چیزی را که دل انسانیمون میخواد حالا داشته باشیم، انگیزه او فقط محبت بیکرانیه که او برای ما داره. او پدر آسمانی مهربان و دانای مطلق ماست که خوب میدونه چی برای ما فرزندانش خوبه و چی خوب نیست.
شنوندگان عزیز، در پایان این مطالعه در کلام خدا از شما دعوت می‌کنم تا با او گفتگو کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح حال با روح مقدس خود روح القدس در من زندگی می‌کنی. خداوند، از تو سپاسگزارم که قول داده ای تا برای نیازهای واقعی من مهیا بفرمایی. خداوند، از تو سپاسگزارم که نیازهای واقعی من که آمرزش گناهانم و برخورداری از آرامش الهی تو می باشد را برایم مهیا فرموده ای. خداوند، من اعتراف می کنم که گاهی وسوسه می شوم و احساس طمع و خواست داشتن چیزهایی را که ندارم در من به وجود می آید. خداوند، از تو درخواست می کنم به من کمک کنی تا از دروغهای شیطان و طمع و هوسهای زود گذر و انسانی خودم در امان باشم. خداوند، از تو درخواست می کنم به من کمک کنی تا از دروغهای شیطان و طمع و هوسهای زود گذر و انسانی خودم در امان باشم. خداوند، از تو سپاسگزارم که در محبت، حکمت، توان و دانش الهی خودت بسیار فراتر از خواست، امید و فکر من انجام می دهی. خداوند، من ایمان دارم که تو هرچی را که برای خوبی من و موفقیت در زندگی در اراده خاص و مقدس توست به من داده ای. من همینطور ایمان دارم که اون چی را که تو اجازه نداده ای حالا داشته باشم باز هم برای خوبی و موفقیت من برای جلال نام توست. خداوند، به من کمک کن تا در تمامی لحظات زندگیم توجه و خواستم فقط بر تو و خواست تو از من باشد. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که به من گوش فرا می دهی. در نام عیسی مسیح این درخواست ها را به تو تقدیم می کنم. آمین. شنوندگان عزیز، با تشکر از اینکه در این مطالعه با ما همراه بودید، تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح، فیض و آرامش الهی او همواره با شما. آمین. پروردگار مهربان، دارم به دل عشقت نهان، نه بهر اجر آن جهان، تنها تو را خواهان، نه شهرت و جاه و جلال، نه زندگی بی زوال، بل عشق تو ای بی مثال، خواهم تو را از دل و جان. توی آن مهر عظیم در دل ویران گرم، توی آن نور جهان گشته ای از دیده پنهان، توی آن مهر عظیم در دل ویران گرم، نور جهان گشتگی از دید پنهان. زنده ام بهر تو،
ای امید نهان زنده تا ابد، ای پدر مرا بخوان، مهرم نه از بیم غار نه بهر امید سوار، خواهم دهم مهرت جواب، دادی مرا بسی تاوان. توی آن مهر عزیز در دل ویرانگران، توی آن نور جهان گشتگی از دید پنهان، توی آن مهر عزیز در دل پنهان. اول تو ای عیسای من، بخشندگی جان جای من، شاهنشاه و خدای من، مهر تو بهرم بی پایان، من آگه از پایان خود، تو با بهای جان خود کردی مرا از آن خود، دلداری ای جانان من، دیدم محبتهای تو دارم کنون صدای تو، من زنده ام برای تو، مهر تو بهرم جاودان، دیدم محبتهای تو دارم کنون صدای تو، من زنده ام برای تو، مهر تو بهرم جاودان. ای مسیح